إمام حافظ ابن قدومي <applause> مقدسی رحمة الله عليه دار كتاب عمدة الأحكام حديث بستوهافتوم ذكر كارده گفتند كي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه إن حديث راه إمام مصانف أز خادم جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم أز حضرة أناس ابن مولك رضي الله عنه وعرضاه روايات كردا حضرت أناس میگویند که یک اعرابی عربی این عربی که سهرانیشین هست و غالب عرب ها بادیه نشین بودن سهرانیشین بودن از شهر دور زندگی داشتن آنها رو عربی میگد شخص عربی نسبتا به شخص شهری گاه ها کمتر دقل معامله درشت معامله و از آداب و اخلاق دورتر از مدنیت دورتر مدینه معنا شهر است بنابراین شهری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که مدینه نامگذاری شد از کلمه مدنیت است شهر مدنیت مدنیتی فلانی بلند است میگویم یعنی شهریتش بلند است فلانی عربی است سهرانیشین است یعنی دهاتی که هست одобу ахлоқ риояи одобу ахлоқро намедонад гоҳо мешавад як деҳоти бо одобтар аз шаҳрӣ ҳам мешавад алалхусус дар имрӯз масалан дар масъалаи фисқу фуҷур дар фисқу фуҷур дар аҳли шаҳр зиёдтар аст нисбати аҳли деҳот деҳот ки аз гуноҳ дур ҳастанд гоҳо ҳоли баъзе деҳоҳо ҳастанд дар онҳо қувваи барқ нест интернет нест аз гуноҳ дур ҳастанд قلبهاشون هم سلیم هست یعنی این معنای اونا ندارد که آدم دیهاتی باشد یا آدم شهری باشد شهری در پیش الله تعالی بلند است نه این اکرمکم عند الله اتقاکم الله تعالی گفت که مکرمترین شما و آبروترین شما در نزد الله تعالی تقوادارترین شما کسی پرهیزگار باشد کسی از الله تعالی می ترسیده باشد امرهای الله تعالی را اجرا می کند از منکرده های الله تعالی خودداری می باشد او در نزد الله تعالی بالا هست خواه دیهاتی باشد خواه شهری باشد و تحقیر دیهاتی نادرست است به حسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم برای آدم بد بودنش کفایه است که برادر مسلمانش تحقیر کند بعضی برادر ها مسلمان هستند ولی فلانیر ریانی، قشلاقی تو یک کی هستی اون طرفش یه ریانی هستی یا یک دیهاتی هستی یه هستی نصیبته برادری خود را تحقیر میکند کی میداند که کی, کی در نزد الله تعالی مرتبش بالا هست لا يسخر قوم من قوم الله تعالی نهی کرد مرا یک قوم قوم دیگر را مسخره نکند شاید که آنها در نزد الله تعالی از شما بهتر باشند هیچگاه یک کمبغل را یا دهاتی را یا سهرانشین را تحقیر نکنید تحقیر این برای بد بودن شما کفایتی میکنند لیکن عادتاً غالبا سهرانشین ها بعضی چیزها را نمیفهمند بلی آنها که یک عمر در بادیه نشستیند مثلا وقتی که وارد شهر شد شاید استفاده مترو را نمیداند شاید استفاده بانکمت را نمیداند بعضی چیزها را نمیدوند شما او را تحقیر نکنید این طبیعتی مردم است جه یا اعرابی آمد یعنی پیامبر صلی الله علیه و با با صحابگان کرام در مسجد نشسته بودن یک یعنی اعرابی اصلا اون راهگذر بود خواست که قضای حاجت کنند خواست که پیشاب کند جایی پناهگاه خواست و داخل مسجد شد در نظر عربی وقتی که مسجد میدارد پناهگاه هست از یعنی که کوچه به مسجد در آمد عربی بادیه نشینین صحرا نشین چه خیلی که لاهور علامه لاهور گفتن که دانه آن صحرا نشینان کاشتند حاصلش افرنگیان برداشتند مراد عرب ها هست دانه علم دانه معرفت در کشوری اروپا یعنی در اروپا اصلا عرب ها کشت کردن دانه آن سهرانشینان کاشتند حاصلش افرنگیان برداشتند وقتی که عرب ها داخل اروپا شدن اروپایی ها یک شخص های خرافاتگر بودند، خرافات پرست بودند. در, مس... در کلیسا های آنها فقط دو سه کتاب های китобҳои иборат аз хурофот дур аз дини худашон в мо ҳам баъзе хурофотҳо дорем нисбат ба дини муқаддаси ислом дода мешавад дини муқаддаси ислом дини хурофот нест ислом на фақат савму салот аст ислом фақат рӯзадорию намозхонӣ нест илм асту ҳаёт асту наҷот аст ин дини муқаддаси ислом олитарин дин аст و عالی ترین تمدن است دینی مقدس اسلام دینی پس مانده نیست از ترقیات قفا مانده نیست دین مقدس اسلام پاکترین و مقدسترین و بهترین راه است عرب ها وقتی که وارد اروپا شدند اونها مشغولی به یک چند کتاب ها داشتن همگی که عبارت از خرافات بود در حالی که کتابخانه های مسلمان ها میلیون ها نسخه کتاب داشت زیادت از در 500 فن ها دینی و دنیوی مسلمان ها کتاب داشتند تمدن داشتند هزارت داشتند پیشروی داشتند اینا یک شخص های پس مانده بودند بنابراین حضرت محمد اقبال لاهوری میگم که دانه آن صحرانی شینان کاشتند متاسفانه حاصلش افرنگیان برداشتند حاصلش اینها گرفتن امروز مردمی اروپا در ترقیات هستند برای آنکه آنها طبق دستوری مسلمان ها عمل کردند آنها علم و مختند خلاصه عربی بادی نشین و غالبا عربی گفته عربی بادی نشین را میگوید یک عربی بادینشین نشین وارد مسجد شد فبعل فی المسجد در یک کنجی مسجد پیشاب کرد фазаҷраҳу лнас тамоми онҳое ки дар атрофи ҷаноби расуллло с нишаста буданд ҳама каса бо ғазаб аз ҷо бархостанд ва мехостанд бар аробӣ дарафтанд фанаҳаҳуму лнабию с м ҷаноби расуллло с онҳоро манъ карданд шахсияте ки соҳиби хулуқи зим وانك لعلى خلق عظيم وتصاحب خلق بزورك هاستي فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم يا امر صلى الله عليه وسلم اشاره كردن كي بجاها بِشِنَا باعرابي كار نجيرند. وان واكنيش صحابه وان هجومي صحابه این دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را این گونه تربیت داده بودند که در مسجد پیشا و آن طرف استد توف کردن ممکن نیست روزی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چه که در صحیح بخاری ثابت است وارد مسجدشان شدند که ناگاه در قبله در دیوال قبله دیده که کسی به قبله مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم توف کرده است غضب کردند و غضب در رویشان نمایان شد سنگچه ای را گرفتن در بعضی رو تو با ناخونشان آن را از دیوال تراشیدند گفتن که یعمید و احدکم الى قبلته مگر یکی شما به سوی قبله اش توف میکند به آن طرفی که در آن طرف پروردگارش را مناجات میکند مگر به آن طرف توف میکنید غضب کردند این غضب در راه اسلام است این غضب در راه دین است وقتی که یه آدم میبینید که با پای افضال واردی مسجد شده است به طریق افتمتی شخصی مسلمانی غیور شخصی مسلمانی که غیرت دارد غضب میکند غیرت به معنی کوشش و غیرت نیست این غیرت اصلا ریشش این کلمه عربی هست غیرت به معنی رشق صاحب غیرت تا بکی به غیرتی دین زیستن مردن است این ای مسلمان زیستن شخص مسلمان باید غیرت داشته باشد وقتی که حرومات شریعت پایمال می شود به طریق افتمتی او باید غذاب کند اوقیان صحابه ها وقتی که دین که یه مرد در داخل مسجد با اون مسجد هم مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دویومین مسجد مبارک در کره زمین مسجد مقدس میداره پیشاب میکنه با پای افضال بله در آمدن اون طرفی است. ولی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم با پای افضال واردی مسجد میشدن در صحیح بخاری مسلم آمده است که صحابگان کرام پرسیده که آیا صحابه ها و پیامبر صلی الله علیه و با پای افزار نماز می خواندن گفتن آره برای اون که مسجدشان قالین نداشت بنابراین گفتن که کسی روزی جمعه سنگچه بازی می کند جمعهش بیهوده میشد جمعهش بیکار میشد مسجد پیامبر صلی الله علیه و یه مسجدی بود زمینش عبارت از شغل میده بود سنگچه ها بود خاک بود وقتی که نماز میخونه در بالا همین میخونه برابر پای افزال هاشون رو چخیله که در سای بخاری و مسلم ثابت است روز پیانبر صلی اللہ علیه وسلم در داخل نماز بودند پای افزال های خود رو بدر کردن کشیدن از بالاش فر آمدن تمام مردم در داخل نماز فرض شده از بالای پای افزال فر آمدن وقتی که نماز تمام شد ҷаноби расулулло с ам пурсиданд ки барои чӣ ман шуморо дидам ки пойафзолҳои худро бадар кардед кашидед бубинед посухи саҳобагонро дидем ки шумо пойафзолҳои худро кашидед мо ҳам кашидем ян онҳо воқеан пайрави пайғамбар с л сам буданд вақте ки пайғамбар с а дар дасти як саҳоба ангуштарини тиллоро диданд از دستش با دست خودشان گرفتند چون که پیامبر صلی الله علیه و تعلیم دادن که کسی که منکر رو میبیند اگر قدرت داشته باشه با دستش تغییر دهد این منکر است مرد باید انگشترینی تلا نکند گرفتن از دستش پرت افتاد گفتن که یکی شما لخچه رو به دستش میگیرد مگر شما به دستتون لخچه آتشین میمانید یعنی این فردا روز قیامت برای شما آتش میشد این برای مردهای امتی پیامبر صلی الله و آله حرام است این فقط برای زنها حلال است بعد از اون پیامبر صلی الله علیه و آله رفتند بعد مردم گفتن که گیر انگشترینت را استفاده بر استفاده بردنی انگشترینی تیلا اجازت است استفاده بردن به کدام معنا نگاه داشتن فروختن به همسرتون تحفه کردن اجازت است یعنی تیلا فقط برای مردها پوشیدنش حرام است اما در خانه نگاه داشتنش یا تجارت کردن با تلا یا تحفه کردن به همسرش یا دخترش یا به خواهرش اجازت است گیر خاتمت را ند رو بگیر استفاده بر مقصد فروش یا هدیه کن به نزدیکانت لا خودوه ابدا ببینید این صحابه چگونه جواب داد هیچگاه من این انگشتری را نمیگیرم گفت لقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم این را در حقیقت جناب رسول الله پرتافتند سلام چیزی که پیغمبر صلی الله علیه پرتافتند ما او را نمیگیرم گفت و وقتی که انگشترین تیلا در ابتدای اسلام اجازت بود پیغمبر صلی الله علیه بار اول انگشترین تیلا گرفتند مردم هم انگشترین تیلا گرفتند بعد روز انگشترین این رو پرت که صحابه ها هم پرت افتن یعنی اونو در همه حالت پیروی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم میکردن خوش به حالشان بهترین شخصیت ها بودن بنابراین وقتی که صحابه ها دیدن که این مهد عربی بود یعنی شنده آمد و به مسجد آمد کرد اونو غذاب کردند واقعاً شخص مسلمان یا آدم میبیند که در امروزه مسجد هایی که قالین و گلیم ها دارد با پای افزالش میدراید البته کسی که با پای افزال به مسجد میدراید این احتمال است که شاید فراموش کرد پای افزال کشیدن را و این دلالت به شینی آنها میکند وقتی که ما مسجد نو را بینا کردیم بعضی برادرها مسلحت دادن که домло да даромадгоҳи масҷид нависед ки масалан телефонҳои мобилии худро хомӯш кунед ҳамин чиза дар бисёр масҷидҳо менавиштанд бо вуҷуде ки менавиштан бо телефонҳо овоз мебаровард садо мебаровард мардум риоя намекарданд баъд инчунин ба ҳоҷатхонаҳо гуфтанд нависем ки мақсад тозагиро риоя намоед ҳамин чизоро нависем ман гуфтам не یک چی نمی نویسیم در یکی از مسجدهای بعض کشورها در بیرونی در نوشته ماندیم که پای افضال خود را کشیده در آیت انا همین نویشته جات دلالت به بیمدنیتی خلق میکنند برای چی؟ یعنی که نخواد همین چیزا ما برای مردم تعلیم دهیم نخواد این مردم تا همین درجه بفهم و بیفراسات باشن که ба масҷид пойафзоли худро кашида дароед гуфта навишта монем мардуми мо инро тавсия надоданд лекн ман н мисол овардам ки ҳатто бояд телефони худро ҳам кушта даромаданам наменависем ҳоҷатхонаро тоза кунҳам наменависем ва инро бояд мардум донанд ин чизҳои оддӣ бояд бошад баъд аз хитой якчанд аппаратҳо овардам در وقتی نماز مطلقا تلفنی کسی کار نمیکرد، حتی تلفنی همسایه ها هم کار نمیکرد. در وقتی نماز. برای اینکه این مردم گفتنمیه گیرن بهوده. هزار بار میگوید که تلفوناتونو رو وقتی نماز کشید خاموش کنید. با بعضیشون بسیار تقوا هستند. در وقتی نماز تلفناشون موسیقی بلند میبرد، خاموش نمیکنند. گویا که نمازی اونو ویران نشود او با موسیقی نماز هزار کسای ویران میکنند. تشویش میدهید مسلمان ها رو اذیت میدهید پیامبر صلی الله علیه و سلام و کسی که سر پیاز خورده است یا پیاز خورده است به مسجد های ما نزدیکی نکند گفتن تا اینکه از بوی دهانی و دیگرها اذیت نبیند و ان الملائکه لا تتاذى مما يتاذى منه بنو آدم و البته فرشته ها هم اذیت میبینند از اون چیزی که فرزندان آدم اذیت میبینند وقتی که به مسجد شما با بوی بد می آید مسلمان های انسان ها فرشته ها جین که در داخل مسجد عبادت کرده است اونها رو هم اذیت می دهید ها هم اذیت می بینند. از هر چیزی که انسان ها اذیت می بینند گفتم خلاصه یعنی این اعرابی نمی دانست که اینجا مسجد است در نظری او اینجا یک پناهگاه هست در آمد پیشاب کرد وقتی که صحابه ها همه کسه хостанд аъробиро кубанд ба ӯ ҳуҷум кунанд ин на ҳамин хестани онҳо ва ғазаби онҳо ва ҳуҷуми саҳобаҳо ба сӯи аъробӣ далолат мекунад ки онҳо ғайрат дар дин доштанд онҳо муқаддасоти шариатро эҳтиром мекарданд лекин фанаҳаҳум лнаби слл л всм ҷаноби расулл оноро най карданд бубинедн наи пайғамбар м и манъи пайғамбар чи натиҷа дод дар охир дар охири бат дар охири ади нигоҳ кунед чи натиҷа дод пайғамбар онҳоро манъ карданд ҳамаро ба ҷош ишора карданд ки шинад ҳеҷ кас ба сӯи аъробӣ ҳуҷум накунад фалм қао баула амр лнби биануби ин ма фқ ла вақте ки ароби пешобашро пайғамбар сии а амр карданд ки як сатили обдор ян як сатил пур аз об бар болои пешобаш рехта шавад бубинед агар ҳамин сатҳи замин бошад пешоби аъробӣ масалан як литр нест па0а0 грам зиёдтар ё камтар масалан ҳамин қадар пешоб кард яъне сатҳи заминро пешоб кард و کمی دیگر وقتی که ما یک ستیل ده لیتر مثلا آب میریزیم از بالایش این کتاب کتابی تهارت است یعنی که اسلوب تاهیر کردن مسجد یا زمین چخل خیل میشه اسلوب تاهیر کردن لباس الان در حدیث پیشینه خوندیم اسلوب تاهیر کردن بدن خوندیم در صحبت های گذشته گرفت حدیث های بالایی را قراعت کنید گوش کنید در اینجا اسلوب پاک کردنی مسجد که عبارت از خاک بود وقتی که به این 500 گرم پیشاب عربی ده لیتر آب وقتی که میرسیم آب آن را به پایان زمین میبرد و سطح زمین پاهیر میشد پیامبر صلی الله علیه و کردن یک ستیل بر بالای پیشاب عربی ریخته شود و برای چی پیامبر صلی الله علیه و صحابه ها رو من کردن که به عربی در نافتند حجوم نکنن نزنن او را از پیشابش من نکنند در شریعت یک قایده هست اگر دو ضرر باشد دو ضرر باشد اخف و این را ارتکاب کرده شد یعنی سبوکترین دو ضرر را اجرا میکنید الان دو ضرر است یک کم این است که عربی پیشاب را شروع کرد مسجد علکه نجاست شد وقتی که مردم به حجوم میکنن به سوی عربی انیخ که عربی میگوره زد چون که اینقدر مردم زیاد با اینقدر غضب و با اینقدر حیبت به سویو حجوم میکنند میگوره زد وقتی که میگوره زد پیشاب چند جای مسجد میالد پیشابش میپرد چون که او پیشاب کنون میگوره زد یک و لباس هاش هم پیشاب میشد دو زرار. سیوم ضررش این است که در وقتی که پیشاب رو شروع کرد انسان در مابینش قطع پیشاب ضرر دارد به سلامتی انسان این طبیبا اقرار میکنه از نگاه علمی تیب بنابراین انسان یک جای خوب را انتخاب کرده درها را محکم کرده بعد به قضای حاجت شروع میکند تا اینکه در فش قطع نکند این برای سلامتی انسان ضرر دارد ҳам ба саломатиш зарар дорад ҳам либосаш наҷосат мешаад ҳам дигар атрофи масҷид наҷосат мешад алон ӯ рост истода ба як мавзеъ қазои ҳоҷат карда со пешомаш ба як нуқта омада ҷори шуда истодаас рехта истодааст вақте ки саҳобао ҳуҷум мекунад и тамоми ҷойҳоро бисёр ҷо мешавад ин зарараш зиёдтар мешавад ғайр аз ин се зарар дар дили аъробӣ нисбат ба мусулмонҳо бадбинӣ пайдо мешад бинобар ин дар дигар ривоят омадааст ки ҷаноби расулуллоҳ сл л см як иборае гуфтанд фаиннама буитум муяссирин валам тубату муассирин шумо уммате ҳастед ки барои мардум осонгир на уммате ки барои мардум вазнину душворгир бубинед чор зарар ҳаст این ضرر که ما میدانیم پیامبر صلی اللہ و وسلم این چار ضرر را از این یک ضرر که علکه صادر شد این ضرر علکه حاصل شد چون که عربی در اومد پیشا با آغاز کرد زمین علکه پیشاف شد این ضرر علکه حاصل شد ضرر رو اضافه نکردند وقتی که ببینید درسه بخاری هست وقتی که همون نماز وقتش شد نماز خوندن ароби ҳам таҳорат карда омада намоза хонд ва аъробия дуо кард гуфт ки аллаума рҳамни ва муҳамада вла тарҳам маана ахада дуоро бубинед эй аллоҳ ману муҳаммадро раҳм кун меҳрубони кун ба ман ба муҳаммад меҳрубони кун ولا ترحم معنا احدا همراهی ما کسی را رحم نکن غیر من محمد دیگر هیچ کسی را رحم نکن به هیچ کس مهربانی نکن ببینه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به این دعاش چی جواب دادن لقد حجرت واسعا در حقیقت چیزی وسیع را تنگ کردی گفتن یرید و رحمت الله مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم رحمت الله بود ни раҳмати алло танг карди ни фақат маро раҳм кун фақат ба ман меҳрубони куну ба муҳаммад с л всм меҳрубони кун хулоса танг кардӣ гуфтан лақад ҳаарта васеан дар ҳақиқат чизи васеъро в раҳмати васат кул шай ал тол мок раҳмати ман ба ҳама чиз васеъгӣ мекунад алтол бисёр меҳрубон аст ارحم الراحمین مهربان تَرِينِي مهربان هاست اللهم ارحمنا يا رب العالمين لقد حجرت واسعا حجرت از کلمه حجرون سنگ گرفته شده است حجرون سنگ است برای چی گفتم در حقیقت چیزی وسیع را با سنگ کوتاه کردی یعنی يعني آدم ها پیشتر агар як заминеро иҳота кунанд сарҳад монан бо санг сарҳад мекарданд ъне маънош инаст ки вақте ки санг мечинед ба як замин ин ҷо аз они ман аст гуфтаги гап бинобар ин лақад аарта васан дар ақа чизи васеъро н рамати л таолро танг кард ҳдисро имоми бухорӣ дар бабу раматинас лбаи боб дар бораи меҳрубони ба мардум ва меҳрубони ба чорпоҳо икр кардан حتی مهربانی ما باید به چارپا هم باشد ظلم به چارپا به حیوان هم درست نیست ظلم به هیچ کس درست نیست مهربانی به همه درست است بنابراین گفتن که تو رحمت الله تعالی را تنگ کردی خلاصه این حدیث دلالت به زیبا بودن خلوق جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنه ببینید رفتاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم бо саҳобагони наздик ва бо бегонагон фарқ мекунад бубинед ин муомалаи зебои пайғамбар сли и лам чӣ натиҷа дод дар охир ин аробӣ дуо кард ки эй аллоҳ фақат ману муҳаммадро раҳм кун меҳрубонику дигар ҳеч касеро раҳм накун чунки ӯ нисбати саҳобаҳо аллакай дар дилаш камтар бадбинӣ пайдо шуд агарчи саҳобаҳо дар иштиҳодашон дуруст буданд چون که دینی مقدس اسلام رو آنها روز از روز می آموختن هم یعنی آنها در عقیده آنها بود که مسجد جای پاک است و مسجد توف کردن ممکن یه پیشا پال اون طرف است مسجد تازه کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم یه زنی را یا زنی سیاه پوست را یا زنی سیاه چهره بود مسجد می رفت گاه ها مسجد می رفت هر روز نه гоҳ омада масҷиди пайғамбар сли слам тоза мекард баъд ҳамон занро пайғамбар си и слам гум карданд надидан дигар гуфтан ки фулони зана куҷост гуфтанд ки ё расуо мурд баъд ғазаб кардан гуфтанд ки барои чи ба ҷанозааш маро огоҳ накардед барои чи маро хабардор накардед факааннаҳум тақалу шаънаа گویا که صحابه ها قدر اون زنگ رو پس حساب کردن گفتن که پیامبر صلی الله علیه و سلم حاجت نکی و به خاطر جنازه ای از زنه که سیاهی کم بغل بیدار کنیم یا خبردار کنیم آوار کنیم مشغول کنیم گفته خداشون رفتن جنازه کردن بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم دلونی علی قبرها مرا به قبرش راهنمایی کنید کجاست قبرش وقتی که قبرش رو نشان دادن اومده بر بالای قبرش برای او جنازه خونده دعا نماز جنازه عبارت از دعا هست و دعای پیامبر صلی الله علیه و البته برای مؤمن ها فایده میکند و این دلالت به قدردانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آنهایی که مسجد را تازه میکنند و مسجد را اهمیت میدهند تازگی مسجد آبادی مسجد رعایه میکنند اونها رو پیامبر صلی الله علیه و قدر میکردن حتی وقتی که تمیمی داری وقتی که مسجدی پیامبر صلی الله علیه و سلم رو چراغان کرد گفتن که من نوور مسجدنا نور الله دنیا و اخرتا کی مسجدی ما رو چراغان کرد الله تعالی دنیا و اخرتش چراغان رو روشن کند گفتن که تمیم کرد یا رسول الله گفتن که قسم به نام الله تعالی اگر در خانه یه دختری به شوهر می داشتم برآورده به تمیم خاندار می کردم. با وجود اینکه می دانستن که تمیم زن دارد فرزن دارد گفتن که اگر من دختر می داشتم دختری به شوهر می داشتم و برآورده به تمیم خاندار میکردم. ببینید شخصی که مسجد روشن کرده است اونش مسجد می رفت. چقدر در نزدی پیامبر صلی اللہ علیه و سلم قدر داشت حتی به کردن کردنش راضی بودن وقتی که این حالت را یکی از صحابه ها دید رسول من دختری به شوهر دارم اگر خواهید یعنی که نکاح کنید به این صحابه پیامبر صلی اللہ علیه و سلم دختری همون صحابه را در حضور مردم نکاح کردن به همین تمیمیداری بعد قامتی به نماز گفته شد н пайғамбар си слам қадр мекарданд онҳое ки барои ободонии масҷид хидмат мекард вақте ки аробӣ даромада ба масҷид пешоб кард в албатта пешоб кардан ба масҷид агар бо нияти таҳқир бошад ин кофир аст ӯ аробӣ намедонист касе агар туф кунад ба сӯи масҷид боба мақсадаши таҳқири масҷид бошад ин кофир аст бад дидани масҷид куфр аст تحقیر مسجد کفر است کسی که در دلش مسجد بد بیند مسجد برای ما چی لازم گوید و کافر است اون مسجد مکان مقدس است در اسلام وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلام اولین روزی که به مدینه هجرت کردن اون تاریخ اسلام است تاریخ هجرت برای چی است برای اینکه هجرت کردن حتی برای چی روزی تولدی پیغمبر صلی الله علیه و سال شماری نگرفتن مسلمان ها سال شماری مسلمان ها از روی هجرتی پیغمبر صلی الله علیه و است برای چه از روی تولد نیست برای چه از روزی بعثت نیست از روزی تولد نیست از روزی پیغمبری نیست بلکه از روی از روزی هجرت است روزی که تولد شدم هیچ گپی نبود در عالم فقط محمد صلی الله علیه و سلم تولد شد تغییر یابی نشد рӯзе ки ислом қабул дини муқаддаси ислом барояшон омад чанд нафар ислом қабул карда абубакр хадича аз абубакр пештар раил анҳо в ароҳо баъд аз он ҳазрати абубакр баъд аз он ҳазрати алӣ чанд нафар яне тағироти куллӣ набуд дар ислом дар дунё лекин рӯзе ки пайғамбар сл ه л м ба мадина омаданд ин рӯз тағирот шуд давлати аввали исло унёд шуд дини муқаддаси ислом қаноти худро ба тамоми машрику мағриб кушод овози дини муқаддаси ислом баланд шуд алло таоло дини муқаддаси исломро нусрат дод сенздаҳ сол дар зери мушрико азоб кашидан имрӯз рӯзи аввали ислом аст бинобар ин ламасҷиду уссиса ли лтақва من أول يوم أحق أن تقوم فيه مسجد يكي در أساس تقوى از أولين روز رجع أولين روز من أول يوم بنو بني علماء عصمي جو تاريخ كرفتان أولين روز أولين روز تاريخ آمدن مسجد قبا أومدان آمدن بمدينة مسجد جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد نبوي را از همه ин далолат ба ин ки масҷид дар ислом қадри баланд дорад мартабаи баланд дорад масҷид барои ғайри сухани аллоҳу расул нест ванна лмасаҷида лилла масҷидҳо аз они алло аст фала таду малл аада ванна алмасаҷида лилла фала таду м алл аада масҷидҳо аз они алло аст дар масҷид сухани ғайри аллоро нагӯед дар масҷид алол кардаи غیری الله را حلال نگوید حرامی غیری الله را حرام نگوید در مسجد فقط سخنی الله را گوید در مهاجرت عذاب میکشیده ولی دینی خود را تازه نگاه میداشد در مسجد سخنی غیری الله تعالی را نگوید سخنی غیری رسول الله صلی الله علیه و سلم را نگوید فقط شریعتی تازه را به مردم بیان کنید این بود تربیه صحابه ها وقتی که دیدن که یک آدمی در آمده پیشاب میکند برای همین غذاب کردن این تعلیمات از کی گرفته بودن کی برای تعلیم داد ایامبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم داد لیکن دین مقدس اسلام که روز از روز مکمل میشد و آخرین آیت در سوره مایده الله تعالی الیوم ف... اکملت لکم دینکم امروز من دین شما رو مکمل کردم گفت یعنی تا ایندم همه احکام شریعت نبود بین برین صحابه ها از رفتار و کرداری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم آهسته آهسته تعلیم گرفتن اونو وقتی که غذاب کردن پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم نهی کردن از زدن از گفتن از درافتادن به صحابه ولی نگفتن که شما در راه الله غضب نکنید شما وقتی که دیدید که یک آدم به مسجد پیشاب میکند یا توف میکند غضب نکنید نگفتن رفتاری صحابه ها را تنقید نکردن فقط آنها را از زدن از حجوم کردن و این بادیه نشین من کردن برای چی؟ برای اون که زرار داشت زرارهاش زیادتر بود من کردن بو رفتاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم با این عربی و رفتارشون با حضرت معاز که در بعض روایت ها آمده است که حضرت معاز را وصف کردند که عالم ترین امت به حلال و حرام حضرت معاز فقیه بودن عالم بودن همراهی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز خفتن را در مسجد نبوی میخوندند و بعد از آن ба масҷиди қубо мерафтанд пан километр аст бубинед вақти намози хуфтан дар масҷиди расулулло са фаро расид дар қубо ҳам фаро расид пан комет аст ҳамроҳи расулуло намозро мехонданд ба қубо мерафтанд агар пиёда равед яъне ё бо хар агар равед си дақиқа вақт мегирад си дақиқа чил дақиқа вақт мегирад яъне ки мардуми қубо нигоҳ мекарданд ҳазрати муозро мунтазир мешуданд ба онҷо рафта имоматӣ мекарданд ба ҳазрати муоз нофила мешуду ба мардуми аҳли қубо фарз мешуд оно фарзи хуфтан ният мекарданд ҳазрати муоз чор ракат намози нофила ният карда ба хуфтани мардум имоматӣ мекарданд ин далолат мекунад ки мешавад фарзро дар қафои нофила хонанда хонда шавад طبق مذهبی یعنی که رفتار حضرت معاز و این کاری پیامبر صلی الله علیه نیست پیامبر صلی الله علیه و نگفتن که مردم در قفای معاز نخوانید یا که معاز رو نگفتن که تو به مردم امامتی نکن نگفتن مدامی که خفتن رو بسیار پیامبر صلی و سلام رو دوست می داشت و می خفتن رو رفته در وقتش امرای خلق خواند لیکن نمی از پیامبر صلی الله علیه دور شود وقتی که پیامبر صلی الله علیه و خفتن رو میخوندن به خانه شون میدن اومدن بعد میرفت و مردم ایمامتی میکرد وقتی که مردم قبا مردمی مردم دهقان هستند اگر به عمره رفته باشید یا حج وقتی که به منطقه قبا میرید خورمازار است اونا دهقان بودن و آنها روزی در روز در باقی خود مهنت میکردن وقتی به نماز خفتن می خودش با دیر هست چون که امام دیر آمد با рӯзе алла акбр сураи фотиҳаро хонду сураи бақараро шурӯъ кард ҳазрати муоз як аъроби бениҳоят хаста шуда омада буд субҳаналло гуфт ин сураи бақараро шуруъ кард одатан дар ун замонҳо агар сураи бақараро шурӯъ кунад тамом мекард бинобар ин ассаламу алайкум раматуллаҳ ассаламу лайкум раматуллоҳ салом доду ба пушти к سو ستون گذشت و چهار رکعت نماز خفتن را خودش علایده خواند و به خانش برگشت حضرت معاز نماز دور و دراز را تمام کردند و بگفتن که کی خیل کرد گفتن که فلانه گفتم این منافق است یعنی فکر کردن که او مسجد بردید دید قرائت قرآن رو بردید این کار کرد ولی اونو محبت داشتند اونا به نهایت به این دین مقدس اسلام محبت زیاد داشتن بنابراین همین خیلی فکر کردن و این عربی وقتی که این سخن را شنید یعنی از معاز ناراضی شد و پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرد گفت که یا رسول الله گفت ما عبشتی همین معاز شده و نماز جماعت نمیبینیم نماز دراز میخونم ببینید عربی گناهی کلان کرد بعد یه نشین که به مسجد پیش آب کرد یا معاز معاذ از روی محبتش هم نماز را در مسجد نبوی میخواند از راهی رسول الله صلی الله علیه و صلح. هم میرفت از به مسجد قبا به مردم امامتی میکرد است هم در نماز سوره بقره میخواند از سوره دراز یک حرفش ده ثواب است الحمد گویید 50 ثواب است یک کلمش 50 ثواب سوره بقره میخواند چقدر ثواب است ببینید رفتار پیامبر صلی الله علیه و با این саҳронишине ки ба масҷид пешоб кард ва рафторашон бо муозе ки фақеҳ асту ъолим асту қори ҳасту муҳаббати ислом дорад вақте ки муозро дидан афаттанн нта ямуа афаттанун анта я муав магар ту фитнагар аст муоз магар ту фитнагар асти эй муоз ту мардумро аз дини муқаддаси ислом мегурезони дар дили онҳо нафрат пайдо мекунони афаттанун анта я муав магар ту фитнагар асти эй муов ҳла қараъта бисаби исма робика лала кош сураи саби исма роббика лало мехондӣ сураи ва шамси ва дуаҳо мехондӣ баъд гуфтанд ки кадоми шумо имоматӣ кунад ба мардум намози кӯтоҳ хонад амин сурао саббиҳсмаю вашамси ки ярӯ нимрӯ ҳаст ҳаминҳоро хонад намози сабук хонад и хел не ки ба масҷид ба мардум намози дароз хонӣ дар пишти ту шахси пиронсол бемор зан кӯдак шахси кордору ҳоҷатманд намоз мехонад барои мардум намози сабук хон ва ида салла аҳадукум линафсиҳ фалютавил машаъ касе ки агар намози танҳогузор дошта бошад суннат мехонӣ таҳаҷҷуд мехонӣ нофила мехонӣ марҳамат чӣ қадаре ки мехоҳӣ дароз хон қуръонро хатм кун агар хоҳӣ лекин вақте ки ба мардум имоматӣ мекунӣ дар намози фарз бояд намозат кӯтоҳ бошад намоз кӯтоҳ ба ин маъное ки сураҳои дароз нахонӣ аммо руку сажда тамоми арконҳояшро ба ҷо биёрӣ бинобар ин ҳазрати анас гуфтанд ки дар қафҳои ягон имоми намоз нагузоштам ки намозаш кӯтоҳтару мукаммалтар аз расулуллоҳ сили и салам бошад ҳам намозашон кӯтоҳ буду атама солатан вала ахаффа солатан намозашон пурра буд лекин кӯтоҳтарин намоз буд ҳам пурратарин намоз буд бубинед ҳам кӯтоҳтарин намоз буд яъне рукнҳоро халал дар рукнҳо пайдо намекарданд рукнҳоро ба дараҷаи оли иҷро мекарданд сажда руку қиём نشستن با این دو سجده همه شریعه های میکردن ولی قرائتشون کوتاه بود بو بیند معامله پیامبر صلی الله علیه و به معاذ در پیش همه پی... حضرتی حضرت معاذ مگر تو فتنه هستی گفت چند مراتی به تاکید کرده سرزنش کردن اما عربی رو سرزنش نکردن وقتی که عربی پیشاب کرده شد فریاد کردن به نزدشون گفتن که این مسجد است این بنا کرده شده است برای ذکر الله برای نماز برای قراءت قرآن برای این گونه کارها این مسجد بنا نشده است گفتم با همین اصول بیان کرده برای اینکه عربی نمیداند عربی از اسلام دور است حضرت معاذ از اسلام با خبر هستند معامله پیغمبر صلی الله علیه و سلام را یعنی که بو بینید که چگونه بود در جای رحمت مهربانی در جای غضب غضب و واقعا حکیمی حکیم ها ҷаноби расулуллоҳ с всам буданд ва ин ҳадис далолат ба хулуқи зебои пайғамбар с вм мекунад ва ин ҳадис далолат мекунад ки пешоб агар рафту дар болои хок шавад бар болои он об рехта мешавад то ин ки он хок ва он буқъа ва он макон тоҳир шавад валла таал алам